برنامه را با چند خبر کوتاه پی می‌گیریم. سخنگوی اورژانس ایران اعلام کرد 15 نفر از اول اسفند تا روز جشن سه‌شنبه آخر سال جان خود را از دست دادند. مسئولان درمان و سلامت ایران می‌گویند در 22 روز منتهی به چهارشنبه سوری 152 نفر در ارتباط با این ساخت مواد منفجره قطع عضو شدند و حدود 700 نفر از ناحیه چشم آسیب دیدند. بابک یکتاپرست سخنگوی اورژانس ایران میگوید تنها در شب جشن چهارشنبه سوری 4 نفر جان خود را از دست دادند. وی آمار مصدومان را 4720 نفر اعلام کرد و افزود که حال برخی از آنان وخیم است. گفتنی است که سال گذشته در شب چهارشنبه سوری 8 نفر در ایران جانشان را از دست داده بودند. آنتونیو گوترش دبیر کل سازمان ملل متحد بار دیگر از وضعیت زنان در برخی کشورهای جهان از جمله افغانستان ابراز نگرانی کرده است. گوترش که در 68مین نشست کمیسیون وضعیت زنان سخنرانی می‌کرد گفت که طالبان بیش از 50 فرمان صادر کردند که با تطبیق آن حقوق زنان و دختران حذف شده است. وی همچنین بر ضرورت فوری دفاع از حقوق زنان در جهان در اسرع وقت تأکید کرد. در همین حال جوزف بورل مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا در نشستی در شورای امنیت گفته وضعیت حقوق بشر و حذف زنان افغانستان از تمام عرصه‌های زندگی نگران کننده است و باید بر طالبان فشار آورده شود. او گفته این وضعیت در سطح جهان بی سابقه است و نمی‌تواند تحمل شود. دفتر مرجع عالی‌قدر آیت الله العظمی سید صادق شیرازی در شهر بیروت کشور لبنان مساعدات رمضانی خود را به دست صدها خانواده شیعه در مناطق مختلف این کشور رساند. این اقدام هر ساله توسط این دفتر انجام می‌شود و در سال جاری نیز صدها خانواده از طلاب علوم دینی و خانواده‌های شیعیان نیازمند در شهرهای بیروت و بقا و جنوب کشور لبنان از آن بهره‌مند شدند.